سلام، من الهه میرافسل هستم و تو این آموزش میخوام بهت یه تابلوی دکوراتیو خاص با رنگ اکریلیک و ساده ترین وسایل رو آموزش بدم. جوری که اگه تا حالا نقاشی نکشیدی تو هم بتونی این نقاشی رو انجام بدی. برای این کار من از رنگ اکریلیک قرمز، صورتی، آبی آسمانی، سبز آبی و سبز پررنگ استفاده کردم. ولی انتخاب این رنگ ها کاملا سلیقه‌ایه و شما میتونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. یا با توجه به دکوراسیون محلی که میخواید تابلو رو نصب کنید از هر رنگی که به دکوراسیون میاد استفاده کنید. وقتی رنگ ها رو روی بوم میذارم، رنگ ها رو با قلمو کامل تو هم محو میکنم و مرز بینشون رو از بین میبرم. فقط این محو کردن رنگ ها نباید جوری باشه که همه رنگ ها تو هم قاطی بشه و تابلوتون چرک بشه. باید دوتا رنگ هایی که کنار هم قرار گرفتن داخل هم محو بشن. اما نکته ای که توی انتخاب رنگ ها باید بهش توجه کنید اینه که رنگ هاتون باید از لحاظ هارمونی به هم بیاد، وگرنه وقتی اونا رو تو هم محو میکنید چرک میشه و رنگ خوبی بهتون نمیده. اگه کارتون با یه دست رنگ کردن خوب کاور نشد، دوباره از همون رنگ ها استفاده کنید و کارتون رو دوباره رنگ کنید. فقط رنگ کردن کارتون باید سریع انجام بشه، چون برای مرحله بعد ما میخواییم هنوز رنگ های زمینمون خیس باشه. اگه هنوز اول کار هستید و نمیتونید سریع کار کنید و رنگ ها رو تو هم محو کنید، یه مقدار ریتاردر به رنگ اکریلیکتون اضافه کنید تا دیرتر خشک بشه و شما زمان داشته باشید هر مرحله رو انجام بدید. برای مرحله بعد از یه تیکه پلاستیک حبابی استفاده می‌کنیم. ما این کار رو باید زمانی انجام بدیم که هنوز رنگ زمینمون خیسه و خشک نشده و پلاستیک رو اون قسمت‌هایی که دوست داریم می‌ذاریم و برمی‌داریم تا طرح پلاستیکمون رو رنگ بیفته. پلاستیک رو نباید بعد از هر بار استفاده و رو هر رنگی که می‌ذاریم پاک کنیم، چون ما میخواییم رنگمون رو قسمت‌های دیگه هم بیفته و طرح پلاستیکمون رو قسمت‌های دیگه با رنگ‌های دیگه نمایان بشه. ولی همونطوری که قبلا هم گفتم، اگه هارمونی رنگ‌ها رو رعایت نکرده باشید، تو این قسمت هم وقتی رنگ‌ها روی هم قرار میگیره رنگ‌های خوبی از آب در نمیاد. پس قبل از انتخاب رنگ‌ها حتما به هارمونی رنگ‌ها توجه کنید. میذاریم رنگمون کامل خشک بشه و وارد مرحله بعد میشیم. تو این مرحله از یه تیکه ابر و شابلون و رنگ سفید و سیاه اکریلیک استفاده میکنیم و شابلون رو روی قسمت‌هایی که دوست داریم طرح بندازیم قرار میدیم و ابری که یه مقدار تو رنگمون زدیم رو به حالت ضربه‌ای روی شابلونمون میزنیم. برای این مرحله ما نمیخوایم رنگمون کامل زده بشه و میخوایم حالت ضربه‌ای با پوشانندگی معمولی روی کارمون بیاد که یه طرح متفاوت رو به کارمون بده. من با استفاده از شابلون یه گل سفید یه گوشه کارم میزنم و یه گوشه دیگه کارم رو یه گل سفید و سیاه با یه طرح دیگه با شابلون میزنم. برای مرحله بعد کارم از رنگ سفید استفاده میکنم و توی یه لیوان یه بار مصرف رنگ سفید رو با آب قاطی میکنم تا حالت مایه و روون پیدا بکنه. ولی نباید خیلی رقیق باشه که پوشانندگی نداشته باشه. فقط باید حالت روون داشته باشه و غلظت خوبی هم داشته باشه. بعد رنگو از تو لیوان کف دستم میریزم و روی بوم پرت میکنم. همین کار رو با رنگ سیاه هم تکرار میکنم. بازم میگم انتخاب رنگ ها کاملا سلیقه‌ایه. فقط تکنیک رو یاد بگیرید تا بتونید انجام بدید. بعد میذاریم کارمون خشک بشه تا وارد مرحله بعد بشیم. برای این مرحله از چسب کاغذی استفاده میکنیم و هر طرحی که دوست داریم با چسب کاغذی روی زمینه کارمون میندازیم. من این طرحی رو که میبینید با استفاده از چسب روی کارم به وجود آوردم. اگه شما هم دوست دارید همین طرح رو روی کارتون به وجود بیارید، ویدیو رو یک بار یا چند بار بزنید عقب و استوب کنید تا بتونید همین طرح رو روی کارتون به وجود بیارید. استفاده از چسب کاغذی تو این مرحله به این خاطره که من میخوام رنگ‌های رو روی کارم به وجود بیارم که رو قسمت‌های دیگه نباشه و کنارهای صاف و تمیزی داشته باشه. بعد با استفاده از رنگ‌های مخالف طرح زمینه
به حالت سایه روشن قسمت‌هایی که چسب زده نشده رو رنگ می‌کنیم. یادتون باشه از حجم زیادی از رنگ نباید استفاده کنیم چون تمام طرح زیر رو می‌پوشونه. یعنی قلموتون رو وقتی به رنگ می‌زنید زهر قلم رو اول بگیرید و بعد به حالت کم رنگ رو قسمت‌هایی که می‌خواید بزنید. من یه قسمت‌های رو هم با رنگ سفید و سیاه رنگ کردم. برای مرحله بعد دوباره دو تا رنگ رو به دلخواه خودم با آب رقیق کردم و روی بومم پاشیدم. این کار رو قبل از اینکه چسب‌ها رو از رو بومم بکنم انجام میدم تا اون قسمت‌هایی که چسب هست رنگی نشه. و بعد چسب‌ها رو از رو بومم کندم. اگه زمان دقیق کندن چسب‌ها از رو بوم رو بلد نیستید، من در این باره توی آموزش کامل توضیح دادم که لینکش رو این بالا و تو دیسکریپشن براتون میذارم. میتونید برید و تماشا کنید. و در آخر دور بوم رو هم که چسب زده بودم با رنگ مشکی به حالت سایه روشن رنگ میکنم و بعد چسب های دور کار رو هم میکنم. اگه از این آموزش خوشتون اومد اونو حتما لایک کنید و برای بقیه دوستای هنرمندتون بفرستید. و اگه سوالی دارید توی کامنت ازم بپرسید.